هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ طبق روال معمول پس از اعلام نتایج انتخابات مقدماتی سخنرانی کردند. آقای ترامپ هم با ایمار سخنرانیش رو از روی متنی از پیش تهیه شده بر روی پرامپتر ایراد کرد. نکته‌ای که توجه بسیاری رو به خود جلب کرده شد که گاف‌های آقای ترامپ در روزهای اخیر و حرفایی که بر زبانش جاری شده مشکلاتی برای وی ایجاد کرده است، و نیز اینکه وی در هفته‌های اخیر چند بار از هیلاری کلینتون به دلیل استفاده از پرامپتر انتقاد کرده بود. نگار محمدی و جزئیات بیشتر. سخنرانی احساسی هیلاری کلینتون در نیویورک. او از مادرش گفت، دوروتی، که سال 2008 و همان سالی که کلینتون برای مقام ریاست جمهوری آمریکا با اوباما رقابت می‌کرد، درگذشت. حالا او اینجا در بروکلین نیویورک ایستاده و با شادمانی تمام نامزدی حزبش را جشن می‌گیرد. She really embraced her standing as the first woman. او به عنوان نخستین زنی که قرار است یک حزب عمده سیاسی آمریکا را در انتخابات سراسری رهبری کند، موقعیتش را جا انداخت. این تغییر بزرگی است از سال 2008، یعنی زمانی که او از رقابت با اوباما باز ماند. او با احساسات تمام درباره مادرش هم صحبت کرد که در حین کارزار خانم کلینتون در سال 2008 درگذشت. جولی پیس معتقد است که این سخنرانی خانم کلینتون موقعیتی بود که ما او را بیش از هر زمان دیگری در دوران کاریش آسوده خاطر ببینیم. اما از آن طرف دونالد ترامپ سخنرانی کاملا متفاوت داشت. متنی از پیش تهیه شده در کامپیوتر که او از رویش می‌خواند. کاری که قبلا آقای ترامپ هیلاری کلینتون را به دلیل آن مورد سرزنش قرار داده بود. این بخشی از تلاش کارزار آقای ترامپ بود تا بتواند روزهای سخت اخیر را به بهترین شکل پشت سر بگذارد. آقای ترامپ به خاطر مطلبی که درباره یک قاضی فدرال و مکزیکی بودنش گفته، صدای بسیاری از جمهوری خواهان را درآورده. اینکه هیلاری کلینتون نامزد احتمالی دموکرات‌ها شده، قطعاً نقطه عطفی در تاریخ آمریکا به شمار می‌آید. دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا قرار است تیر ماه نامزدهای رسمی خود برای انتخابات را اعلام کنند که به احتمال خیلی زیاد هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ خواهند بود. نگار محمدی، صدای آمریکا.